حجت الاسلام و المسلمین شیخ یوسف ملهادی از وکلای بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی شیرازی از آقای خلیل الصالح عضو پارلمان کویت با اهدای لوح سپاس قدردانی کرد. این اقدام به پاس مساعدت و همکاری های وی در جهت تعظیم شعائر مقدس حسینی و برگزاری مجالس عزاداری توسط شیعیان این کشور در ماه محرم 1401 انجام شد. شیعیان 30 تا 40% از جمعیت کویت را تشکیل می دهند. سخنگوی سازمان هواپیمای ایران با اعلام اینکه بلیت پروازهای اربعین از 12 شهریورماه عرضه می شود گفت قیمت بلیت 6 میلیون تومان است. وی با اشاره به تشکیل دومین نشست هماهنگی پروازهای اربعین حسینی علیه السلام و اعلام اینکه پروازهای مذکور از 20 تا 31 شهریور انجام می شود اظهار کرد قیمت بلیت پروازهای اربعین 6 میلیون تومان است. گزارش رسانه ها که از تشدید درگیری ها در لیبی است و وزارت بهداشت این کشور بامداد یکشنبه تاکید کرد که در اثر این درگیری ها تا کنون 23 نفر در ترابلس کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. این کشته و زخمی ها به دنبال تشدید بحران سیاسی میان دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه و دولت مکلف به ریاست فتحی پاشاقا در لیبی و شکلگیری درگیری مسلحانه میان دو گروه حامی آنها در ترابلس شکل گرفته است. نظرسنجی انجام شده در عربستان نشان می‌دهد نیمی از مردم نسبت به اوضاع اقتصادی این کشور ثروتمند نفت خیز بدبین هستند. این نظرسنجی به سفارش انستیتو واشنگتن توسط یکی از شرکت‌های نظرسنجی منطقه‌ای در تاریخ 25 جولای تا 15 آگوست سال جاری انجام شده و طی آن با 1000 شهروند سعودی به صورت تصادفی در شهرهای مخالف عربستان مصاحبه شده و ضریب اشتباه آماری آن تقریباً 3% است. وضعیت 400 پناهجوی مقیم هلند که در یک اردوگاه اقامت دارند وخیم گزارش شده است. لاون وولد سخنگوی سازمان دولتی اسکان پناهجویان گفت که این افراد به مکانهای جایگزین در مراکز دیگر منتقل شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروهی از بازرسان سازمان مراقبت‌های بهداشتی هلند از اردوگاه موقت در روستای تراپول بازدید کردند و گفتند که خطر جدی شیوع بیماری‌های عفونی در نتیجه عدم رعایت بهداشت وجود دارد. در این میان به پناهجویان افغانستانی و سوریه‌ای نسبت به دیگر پناهجویان کمتر توجه می‌شود.